در مورد نظریه ایشون من دوست داشتم حالا شما توضیح بفرمایید. نظریه شاید بشه قالبش دیگه، چون یک نظریه که نداشتن، اما نظریه قالبشون که تحت عنوان داروینیسم ازش یاد میشه، حالا به صورت فارسی به عنوان تکامل یا فرگشت یا عرب و تطور یا اِوولوشن که به زبان انگلیسی گفته میشه و کلید واژه‌ای که در مورد نظریه داروین خیلی بهش پرداخته میشه توضیح بفرمایید، تا انشاءالله مباحث بعدی رو خدمتتون خواهم پرسید. من یه کوتاه دیگه در رابطه با شخصیت‌های داروین بگم. این نکته که شما اشاره کردین که الان به عنوان یک نماد شده آقای داروین برای به هر حال بی‌دینی و بی‌خدایی و دور کردن حال فضای جوامع از خدا محوری و خدا پنداری، این رو به راستی باید پاسخ بدن به حال کسانی که این ادعا رو مطرح میکنن که خب آقای داروین چرا خودش این نتیجه های این چنینی که شما میگیرید در این حد که منجر به نفی خدا باشه و ضدیت با خدا و مقابله با خدا به اینجا منجر نشد، و خود ایشون رو شما کجا میتونید در زندگیش بیابید که این گونه که شما بی‌پروا مقابله میکنید یا رد میکنید یا به هر حال بحث بی‌خدایی رو مطرح میکنید، چرا خود ایشون این گونه این مطلب رو مطرح نکرده و این نظریه رو مطرح نکرده؟ این نکته ایست که به هر حال سوال به صورت جدی است که باید این آقایون مطرح بکنن، مخالفین مطرح بکنن و پاسخ بدن. حالا اصل نظریهشون چه بوده که اینقدر مطرح شده و معروف شده به عنوان حالا یک مکتب، شاید بگیم که الان ادعا میکنن و ازش دارن پیروی میکنن برخی از افراد و خیلی گسترده شده؟ بله، ببینید یک جنبه نظری ایشون در بحث نظریه تکامل، ایشون ابتداءً به تکامل به معنای چیزی که ابتداءً بهش رسید، تغییرات تدریجی بود که در به هر حال جانداران اتفاق می افتاد. تو مسافرت 5 ساله‌ای که ایشون داره جای مختلف، مثلا از آمریکای جنوبی وقتی شروع میکنه مثلا به آمریکای مرکزی و به آمریکای شمالی میره، اینجا میبینه که موجودات به خاطر آب و هوا، شرایط زندگی تغییر کردن و یک موجوداتی با یک شکل و شمایل دیگری مثلا در منطقه های آمریکای مرکزی وجود دارن و باز این تغییر میکنه تا به مناطق دیگه. از مجموعه مشاهدات و کار کردن روی مشاهدات به این نتیجه و به این نظریه میرسه که یک تکاملی داره در انواع موجودات شکل میگیره و انواع موجودات دارن به سمت یک تکاملی میرن بر اساس نیازهایی که پیدا میکنن، بر اساس شرایطی که در فضای به حال زیستی اونها موجود هست، و روز به روز دارن یه تکامل یک به سمت بهتر شدن و بهتر زیستن میرن و شرایط بهتری رو پیدا میکنن. این اون نظریه اولیه ایشون بودش که نسبت به موجودات و در نوع خودشون موجودات بهتر شدن و تغییراتی رو پیدا کردن برای زندگی. اما بعد این نظریه که تبدیل میشه به نظریه به عنوان فرگشت، که دیدگاه بر این هستش که انسان از یک سری از انواع حیوانی به وجود میآید. انواع حیوانی رو در به اصطلاح انواع حیوانی دیگری که وجود داشته، یعنی حیوان ها میتونن از یک نوع به یک نوع دیگر تبدیل بشن و انسان هم در یک برحال جهش زیستی از انواعی از میمون یک مرتبه تبدیل شدن به برحال در طول زمان.